شنبه 26 فروردین نشست وزرای خارجه کشورهای جی 7 در آلمان برگزار شد. کشورهای شرکت کننده در این اجلاس در رابطه با کاهش تحریم های روسیه به این نتیجه رسیدند که مدام که قرارداد آتشپس مینسک به طور کامل از سوی روسیه اجرا نشده فشار تحریم ها علیه روسیه را کم نکنند وزیر خارجه آلمان فرانک والتر مایر گفته است این نشست اراده واحدی از خود نشان داد و کشورهای شرکت کننده در آن در مسائل مختلف هم نظر بودند وزیر خارجه آلمان همچنین از توافق دولت و کنگره آمریکا طرحی که بر اساس آن کنگره تنها پس از روشن شدن توافق نهایی در رابطه با برنامه هسته ای ایران درباره آن تصمیم خواهد گرفت استقبال کرد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اصر سه‌شنبه 25 فروردین طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن کنگره از قدرت لازم برای تایید یا رد توافق نهایی اتمی با ایران بهره خواهد شد این طرح باید به تصویب نهایی در کنگره و امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد این یک نسخه تجدید نظر شده طرح سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات است که اوباما گفته آن را امضا می کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در این اجلاس با ابراز خوشنودی از توافق کنگره و دولت آمریکا روی این طرح گفت این امر برای رسیدن به توافق نهایی باعث خاطر جمعی او شده است. آقای کری تاکید کرده است به توان رئیس جمهور در زمینه دستیابی به یک توافق در جهت امتر ساختن جهان اطمینان خاطر داریم. در اجلاس همچنین به حمایت ایران از حوسی و نقش این کشور در دولت شیعه عراق اشاره شد و از ایران خواسته شد برای یک راه حل سیاسی تلاش کند. وزیر خارجه آلمان همچنین گفت که گروه جی 7 از حملات هوایی عربستان سعودی در در یمن حمایت می کند. به افزود چون بحران تنها چند صد کیلومتر با مکه فاصله دارد اون نگرانی دولت عربستان را درک می کند. با این حال فرانک والتر شتان مایر تاکید کرد یک راه نظامی برای بحران یمن وجود ندارد و باید به دنبال راه سیاسی بود در روزهای گذشته بارها صحبت از این بود که کشور عمان در این میان نقشه میانجی را بازی کند شتان مایر همچنین اضافه کرده که گروه جی 7 همیشه راه حلی برای مشکلات منطقه ندارد از جمله در لیبی تنها می تواند از دو طرف درگیر بخواهد که یک حکومت ائتلافی تشکیل دهند زیرا از ادامه بحران تنها گروه دولت اسلامی سود می برد. به روال همیشگی این نشست با تظاهرات مخالفان نیز روبرو شد که به گفته پلیس تعداد تظاهرکنندگان کنندگان کمتر از شماری بود که احتمال داده می شد. نماینده سازمان ملل در امور یمن از مقام خود کنارگیری کرده است. جمال بن عمر نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای برپایی و حفظ صلح در یمن پس از آنکه بنابر گزارش ها حمایت کشورهای عربی را در مورد خود از دست داد از سمت خود کناره گرفته است آقای بن عمر دیپلمات مراکشی از سال 2012 نماینده ویژه بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور یمن به شمار می خبرگزاری فرانسه بامداد با امروز خبر داد کنارگیری بن عمر در حالی صورت می گیرد که کشورهای عربی مخالف حوسیها آقای بن عمر را متهم کرده که فریب خورده شورشیان است که از یک سو اقدام به مذاکره کردهاند در حالی که دست به حملات بیشتری برای کنترل مناطق دیگر در یمن زدند خبرگزاری رویترز نیز از قول دیپلماتهای های سازمان ملل متحد که نامی از آنها برده نشده میگوید عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس اخیرا از اقدامات او در روند مذاکرات صلح رنجیدند به گزارش رویترز و با استناد به گفته های های سازمان ملل به نظر کشورهای عربی آقای بن عمر با ها همسازتر است دیپلمات مراکشی خود هنوز واکنشی به این گزارش ها نشان نداده است گزینه های گوناگونی به جای او مطرح شدند که اسماعیل ول شیخ احمد دیپلمات موریتانیایی از جمله مهمترین آنهاست آقای ول شیخ احمد نماینده ویژه سازمان ملل در امور ابولا در قناست همزمان منابع نزدیک به عربستان سعودی میگویند که علی عبدالله صالح رئیس جمهور مخلوع یمن و نزدیکان به پیشنهاد جدیدی جهت برون رفت از بحران یمن ارائه دادند که به موجب آن شبه نظامیان حوسی از صنعا و عدم خارج بشوند سلاحهاشان را به مراکز نظامی تحویل و در چارچوب ابتکار کشورهای خلیج فارس به گفتگوی سیاسی بپردازند به گفته این منابع عبدالله ساله و پسرانش پیشنهاد دادند که فرماندار صنعا به عنوان نخست وزیر تعیین شود و یک شورای ریاست جمهوری به ریاست خالد بها تشکیل شود رئیس جمهور مخلوع یمن و حوسی در این طرح عبدالله الزبحان را برای تصدی وزارت دفاع یمن پیشنهاد کردند ابتکار علی عبدالله صالح که با هماهنگی کامل با ها صورت گرفته توسط نزدیکان صالح به کشورهای عربی خلیج فارس ارائه شده است برخی کارشناسان سیاسی و تحلیلگران امور جهان عرب میگویند موافقت حوسیها به ترک صنعا و عدن و تحویل اسلحه هایشان به مراکز نظامی دولتی و عقب عبدالله صالح و فرزندانش از مواضع اولیه خود دلیلی بر شکست آنها در برابر اراده بین المللی و منطقه ای تلقی می شود این منابع همچنین گفتند که مقامات مصری از استقبال ابو بکر القربی یکی از رهبران حزب کنگره ملی یعنی حزب علی عبدالله صالح خودداری کردند. القربی در سفری به کشورهای عربی خلیج فارس و مصر تلاش می کند که راه حلی برای خروج علی عبدالله صالح و فرزندانش از یمن فراهم کند این منابع افسودن که سفیر ایالات متحده ای آمریکا در یمن به القربی تاکید کرده که واشنگتن از طوفان قاطع و از پادشاهی سعودی حمایت می کند از سوی دیگر راجه بادی سخنگوی دولت یمن اعلام کرد که شماری از چهره های سیاسی نزدیک به علی عبدالله ساله رئیس جمهوری مخلوع یمن با عبد رب منصور هادی تماس گرفته و خواستار پیوستن به حکومت مشروع او شدند. همین منابع در آخرین گزارش های خود همچنین از جدا شدن عوض الاولقی یکی از بزرگان قبایل شبوه از نیروهای صالح و حوسی ها خبر دادند. در همین حال در ایران انتقاد فرماندهان نظامی از قهنامه شورای امنیت درباره یمن ادامه دارد. محمد نقدی فرمانده بسیج گفته است شورای امنیت که بهتر از شورای ناامنسازی جهان به آن گفته شود قهدنامه صادر می کند و به جای اینکه از متجاوز بخواهد که تجاوز را قطع کند ملتی را که میخواهد از خود دفاع کند از سلا و از تجهیز شدن محروم می کند. پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی نیز صبح امروز در سخنانی به مناسبت روز ارتش گفته است تهاجم نظامی عربستان به کشور یمن با شکست و ناکامی روبرو می شود چرا که ملت یمن یک ملت بزرگ بوده و در تاریخ شاهد فداکاری آنها هستیم که این نشان از ارق ملی و دینی مردم این کشور دارد فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گفته است نتیجه جنگ در هوا مشخص نشده و بلکه روی زمین مشخص می شود و در روی زمین کشور یمن نیروی زمینی قوی دارد بر اخبار تازه احتمال گران شدن دوباره قیمت نان و حذف یارانه دولتی برای تأمین آرد نانبایی ها قوت گرفته است. صبح امروز یک مقام وزارت کشاورزی خبر حذف یارانه نان تا سه ماه دیگر را تکذیب کرد روز گذشته علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران از حذف یارانه نان تا سه ماه آینده خبر داده بود مهدی کازم نژاد مدیر کل اقتصادی وزارت کشاورزی گفته است حذف یارانه نان جزء برنامه های دولت است اما قطعا تا سه ماه آینده انجام نمی شود. آقای کازم نژاد در عین حال گفته است ممکن است که رئیس جمهور به یک بار دستور به حذف یارانه نان دهد اما در شرایط فعلی تا پایان سال تنها 20 درصد نانبایی های کشور آزاد پز بوده و مابقی آرد دولتی دریافت می کنند. این مقام وزارت کشاورزی همچنین گفته است در سال جاری برای بررسی طبعات آزادسازی نان تنها ارد 20 درصد نانوایی های کشور حسب شده تا طبعات آن بر جامعه و کیفیت نان مشخص شود. آقای کازم نژاد تاکید کرده است که نمیتوان اظهاراتی که در خصوص ورود آرد دولتی به نانوایی های آزادپز و شیرینی فروشی مطرح می شود را قبول کرد. در ماهای اخیر گزارش هایی در رسانه های ایران مبنی بر فروش آرد دولتی توسط نانوایی هایی که سهمیه دارند به نانوایی های آزادپز منتشر شده است. پیش از این نیز مقام های دولتی خبر آزادسازی قیمت نان را رد کرده بودند اما شواهد نشان می دهد که احتمال آزادسازی قیمت نان همچنان مطرح است. دولت در حال حاضر رقمی در حدود دوازده هزار میلیارد تومان یارانه برای تأمین آرد نان می پردازد. در روزهای اخیر مقام های سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران گفتند که در صورت ادامه تحریم ها بودجه ای برای کشور در نظر گرفته شده که بر اساس آن بسیاری از یارانه ها تأمین می شود. از ماهای پایانی سال گذشته با وجود اینکه اعلام شده فقط 20 درصد نانواییها ها آزاد پس شدند قیمت نان در ایران و به تهران افزایش یافته است پیش از این دولت خبر داده بود که طی پروسه این منظم در طول یک سال نانوایان آزاد پس جایگزین نانوایان دولتی شده و به تدریج یارانه نان حذف می شود همچنین از ابتدای امسال معاونت اجرایی ریاست جمهوری شورای آرد و نان استانها را موظف کرده تا مهرماه امسال به تدریج به تعداد نانوایان آزادپز افزوده شده و قیمت نان به طور کامل آزادسازی شود سپاه پاسداران گفته است که یک مانور بزرگ شهری را در تهران از امروز آغاز کرده است. سرتیب احمد زلقدر جانشین فرمانده سپاه تهران با اعلام این خبر گفته است سپاه تهران بزرگ این رزمایش را با بکارگیری 52 گردان بیت المقدس و 23 گردان امام حسین در پنج محور برگزار می کند. این رزمایش که الا بیت المقدس نامگذاری شده به منظور ساماندهی آموزش و افزایش بنیه رزمی با حضور بیش از دوازده هزار نفر از بسیجیان گردانهای واکنش سریع برگزار می شود. زمان برگزاری این رزمایش 27 و 28 فروردین اعلام شده است. سپاه محمد رسول الله وظیفه دفاع از تهران پایتخت ایران را بر عهده دارد. گردانهای محمد رسول الله در زمان اعتراضهای سال 88 نسبت به تقلب در انتخابات نقش اصلی را در سرکوب تظاهرات مردم ایفا کرد سپاه پاستاران همواره از مانورهای نظامی توسط بسیجیان برای نشان دادن تسلط خود بر شهر تهران استفاده کرده است قرار است این مانوف در پنج منطقه شهر تهران با نامهای شهید سلیمانی، شهید انارکی، آل محمد، امام حسن و شهید زیادیان برگزار شود. آقای زلغتر همچنین گفته است این رزمایش به منظور ارتباط مستمر با بسیجیان، بهرهمندی از ظرفیت محلی و ملی و تکمیل واید پشتیبانی رزم با حضور بیش از دوازده هزار نفر از بسیجیان گردان های واکنش سری برگزار می شود. این رزمایش در دو روز متوالی و از اولین ساعت صبح با فراخانی و تجمع اقتدار آغاز می شود و تا شب با برگزاری راهپیمایی تاکتیکی شبانه ادامه می یابد جانشین فرمانده سپاه تهران همچنین گفته است تمامی جوانب امنیتی با حضور معاونت ها و مسئولین مربوطه برای حفظ سلامتی بسیجیان در نظر گرفته شده و سپاه تهران بزرگ با به کارگیری 52 گردان بیت المقدس این رزمایش بزرگ را در یک نوبت فراخانی 24 ساعته و رزمایش 36 ساعته برگزار می کند. نیروهای داعش با پیشروی در استان الانبار عراق موفق به تصرف سه روستا شدند که در نزدیکی شهر رمادی مرکز سنینشین نشین این استان قرار دارند همچنین گزارش های نیز از پیروزی های داعش در جبهه بیجی بزرگترین پالایشگاه نفت عراق منتشر شده است به گزارش خبرگزاری اسوسیید پرس نیروهای داعش بامداد روز چهارشنبه روستاهای صوفیه ابو غنیم و السجاریه را که تحت کنترل حکومت عراق بود تصرف کردند رخدادی که ساکنان این روستاها را ناگزیر از ترک خانه های خود کرده است این خبرگزاری همچنین به نقل از ساکنین استان الانبار نوشته که جبهه جنگ تا دروازه شرقی رمادی کشیده شده به طوری که صحنه یکی از نبردها تنها دو کیلومتری یک ساختمان دولتی بوده است شبه نظامیان داعش در روستای صوفیه یک مرکز پلیس را بمباران کرده و یک نیروگاه را نیز به تصرف خود درآوردند آنها همچنین حوالی ظهر چهارشنبه جبهه جدیدی به سمت سه روستای دیگر در شمال شرق رمادی گشودند آسوشیتد پرس می نویسد که این گزارش ها را ژنرال تحسین ابراهیم سخنگوی وزارت دفاع عراق تأیید کرده و گفته که نیروهای داعش در برخی مناطق استان الانبار پایگاههایی را به دست آوردند. این مقام دولت عراق با این حال اطمینان داده که شرایط تحت کنترل است و در ساعات پیش روی این بنبست حل و فصل خواهد شد در همین حال خبرگزاری فرانسه از پیروزی داعش در جبهه پالایشگاه بیجی خبر داده به طوری که بخشهایی از این پالایشگاه به دست داعش افتاده است داعش بیش از ده ماه است که تلاش می کند پالایشگاه بیجی را به تصرف خود درآورد اما با مقاومت نیروهای امنیتی عراق مواجه شده است این خبرگزاری به نقل از یکی از مسئولان ارشد شرکتی که پالایشگاه بیجی زیر نظر آن است گزارش داده که داعش اکنون کنترل مؤسسه آموزشی پالایشگاه و بخش تولیدی به حمل و نقل آن و نیز برخی راه های منتهی به بیجی را تصرف کرده است وزارت نفت عراق اما این گزارش را تایید نکرده است پالایشگاه نفت بیجی در حدود 200 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد این پالایشگاه در دوره ای 300 هزار بشک نفت در روز تولید می که برابر با نیمی از نیاز عراق بود در حالی که مقام های شهری تهران از آلودگی میوه و سبزیجات خبر دادهاند مقام های وزارت کشاورزی این ادعا را رد کردند. در هفته های اخیر در شبکه های اجتماعی کاربران تهرانی از افزایش آلودگی به سم در میوه و تربار مصرفی تهران ابراز نگرانی کردند. حالا معاون وزارت کشاورزی ایران میگوید میزان استفاده از سموم در محصولات کشاورزی آنقدر نیست که گروهی از مردم از خوردن آنها میترسند. محمد علی باقستانی معاون وزیر جهاد و کشاورزی ایران روز گذشته به خبرگزاری ایرنا گفته است رسانه ها در این موارد برخی اوقات بزرگ نمایی می کنند یا افراد قضاوت درستی ندارند خبرگزاری ایرنا می گوید اخیرا انتشار مطالبی در مورد آلودگی میوه و سبزیجات در شبکه های اجتماعی به نگرانی مردم دامن زده و مصرف آنها را موجب بروز بیماری های خطرناک عنوان می کند. معاون وزیر کشاورزی در مورد مقدار سم مصرفی گفته است برای دادن اطمینان خاطر به مردم نمونه هایی از محصولات کشاورزی ارزه شده در میادین میوه و تربار تهران مورد آزمایش قرار گرفت که تنها یک درصد سم بیش از حد مجاز در برخی از محصولات مشاهده شد. پیشتر رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران در مصاحبه ای با روزنامه قانون گفته بود در بررسی های انجام شده بر محصولات کشاورزی در میادین میوه و تره از هندوانه گرفته تا پیاز و سیب زمینی و شلیل جملگی آلودگی دارند اما نسبت به گذشته میزان آلودگی ها کم شده است او گفته بود نمونه های آلاینده های سگانه از جمله سرب و نیترات نشان می هیچ یک از محصولات فاقد آلودگی نبودند. این عضو شورای شهر تهران در عین حال گفته است از نظر سموم 23 درصد محصولات آلوده هستند. نگرانی در مورد مصرف سموم در محصولات کشاورزی یا استفاده از فاضلاب برای آبیاری آنها پیشتر نیز مطرح شده بود از جمله در تیر ماه گذشته خبرگزاری مهر از قول وزیر بهداشت گفته بود که آن وزارتخانه خواستار آن شده تا شورای عالی سلامت و امنیت غذا و شورای نظارت بر مصرف سموم فعالیت بیشتری انجام دهند در آن زمان حسن هاشمی گفته بود بر داروخانه های مجاز عرصه سموم نظارت کافی نداریم. معاون وزیر کشاورزی نیز میگوید عمده نگرانی آن وزارتخانه در مورد استفاده سموم در کشتزارهای سبزی و سیفیجات است محمد علی باغستانی در عین حال در مورد استفاده از هرمون ها میگوید وزارت بهداشت هنوز در این مورد نظر محکمی ارائه نکرده است شورای شهر تهران از وزارت کشاورزی خواسته است برای رصد و ردیابی محصولات کشاورزی به بارکدگذاری آنها روی بیاورد.